سلام این قسمت میخوام راجع به عبارت هایی که میتونیم با فعل پی درست کنیم صحبت کنم اگه یادتون باشه یه ویدیو قبلا درست کردم که عبارت های دو Do, break و catch رو درست کردیم خیلی خیلی مبحث مهمی توی انگلیسی کلی چیز میز هست که بگیم اما نمیدونیم دقیقا با چه فعلی شروع کنیم چه جوری بگیم و دونستن این کالوکیشن ها خیلی مهمه پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینین اگر هنوز سابسکرایب نکنین لطفا سابسکرایب کنید ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و میدونین که دیگه باید بریم I want everyone to pay attention. I want everyone to pay attention. میخوام که همه توجه کنن. پس attention, attention, یعنی توجه و pay attention یعنی توجه کردن حواستون باشه اینجا تفاوت everyone و اگر میخوایم بچسبونیم به هم everyone رو حواستون باشه چطور استفادهش میکنین توی موقعی نوشتن مثل everybody یا everybody anyone anyone من یه ویدیو راجع به این درست کردم که میتونین اونو نگاه کنین و فرق این رو توش گفتم you need to pay the fine you need to پی د فاین فاین یعنی جریمه پس پی د فاین یعنی جریمه رو باید پرداخت کنی آر you paying by کریت card اور cash? آر you paying بای کردیت card اور cash؟ داری با کردیت کارد پرداخت میکنی یا میخوای پول نقد بدهی پس پی بای کردیت کارد یا پی کش و کردیت،, کردیت کارت هم فرقش با کارت های آبر بانکی که توی ایران هست اینه که اینا هیچ رمزی نداره یعنی اگه گم بشه دوزیده بشه هر چیزی هر کسی میتونه ازش استفاده کنه پرداخت کنه البته بعضی مغازه ها ازتون آیدی میخوان که نشون بدین اسم روی کردیت کارت اسم خودتون هست اما خب اگر که یه شهر دور افتاده ای از جایی که شما هستین خرید بشه یا یه قیمت خیلی عجیب قریبی خرید بشه در کل شما میتونی زنگ بزنی بانکت بگی که من این خرید رو نکردم و پول رو بهتون برمیگردونن بعد از اون دیگه خودشون میرن دادرسی میکنن که مثلا حالا کی بوده و دیگه هر اتفاقی بر کردیت کار شما میفته از اون به بعدش بانک بررسیش میکنه یعنی شما نیاز نیستش که اینو داشته باشین حالا کی بوده و اینا. I need to pay her a compliment I need to pay her a compliment compliment یعنی چی؟ وقتی که با I نوشته شده باشه یعنی زمانی که از کسی تعریف میکنی اما اگر با E نوشته شده باشه یعنی چیزی که یه رو کامل میکنه حالا پس pay someone a compliment یعنی ازش تعریف کنی اه, یه جورایی تشویقش کنی so I need to pay her a compliment یعنی باید تشویقش کنم ازش تعریف کنم اما ببینیم اینجا کامپلیمنت چطور استفاده میشه هر black shoes her black shoes complement the total look کفش های سیاهش کل ظاهرش این لباسش و این در واقع فشنی زده رو کامل میکنه کمپلیمنت کاملش میکنه مثلا توی هتل به فرض میگن که دیز shampoos are complimentary are یعنی اینکه که رایگانم روی هتل هستن یه جورایی خدمات هتل رو کامل میکنن She paid me a visit She paid me a visit while I was in the hospital She paid me a visit Pay a visit یعنی این که بری کسی رو ملاقات کنی از make a visit همیشه استفاده کرد یعنی کسی رو ملاقات کنی While یعنی زمانی که وقتی که I was in the hospital In the hospital نه I was in the hospital و این فرق این و ات اگه یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی رو صحبت کردیم این زمانی هستش که شما توی یه مکان بزرگی هستی و دقیقا نمیخوای بگی کجاشی مثلا توی بیمارستانی دیگه حالا نمیخوای بگی دقیقا کجاشی اما وقتی که میگی at مثلا میگی at work یا مثلا میگی at the bus stop یعنی یه نقطه مخصوصی هستی یه جای مخصوصی هستی. مثلا باس استاپ یه نقطه بیشتر نیست دیگه دم اون وایسادی یا مثلا سر کار هستی دقیقا یه جای مشخصی کارته و سر کار هستی و فرق اینو ات at هم اینه my husband is responsible for paying the bills who is responsible uh, for paying the bills؟ My husband is responsible for paying the bills. همسرم، شوهرم مسئولیت داره که و قبوض رو پرداخت کنه. بیلز همه قبوز هست مثلا water bill، electricity bill و همه اینها رو ما شامل قبوض میدونیم. پس چون که اینجا فور دارم که حرف اضافه هست. paying ing میارم برای pay که فعل بعدیشه پس pay the bills یعنی پرداخت قبوز he committed a crime now he is paying the price he committed a crime یکی و پخ کرده البته نه حتما پخ کردن کسته یعنی اینکه یه جرمی انجام داده پس وقت که crime یعنی جرم خب وقتی که میخوایم بگیم یکی ی جرمی انجام داده میگیم commit a crime یعنی یه جرمی انجام داده کلمه criminal هم یعنی مجرم بذارید من اینجا بنویسم البته یه ویدیو من قبلا درست کرده بودم در مورد جرم و دوزدی و اینا خیلی بالا حتما اونو ببینید he committed a crime so he's a criminal now حالا he is paying the price pay the price یعنی داره رو میده حالا داره قرامتشو میده جورشو میکشه price یعنی قیمت paying the price یعنی داره قیمتش رو میپردازه و یه چیزی هم میخوام راجع به punctuation و این قانون علامت اینجا بگم اسم این علامت تو فارسی ما میگیم نقطه کاما درسته توی انگلیسی بهش میگیم semi colon کالن همون دو نقطه هست که مثلا یکی میخواد حرف بزنه اینو میذارن ولی نقطه کاما اسمش هست semi کالن و این ور هم که کاما داریم که وقتی که یک جمله کامل بسته نشده و هنوز شما میخواین یک جمله بعدش بیارین مربوطه اما کامل بسته نشده سمای کالن رو میذارین و بعدش اگر یک حرف ترانزیشنال دارین مثل first, before, then, next, however از اینجور چیزا دارین میذارین بعدش و بعد دلیل این کامای هم این هستش که بعدش ما داریم یه سابجکت میاریم سابجکت ورب میاریم و قبل این حتما کاما رو باید بذاریم Friends and families came to pay their last respects Friends and families or friends and relatives Relatives هم یعنی همون فامیل های وابسته و اینها دوستان و فامیل اومدن که آخرین استقبال خودشون رو انجام بدن یعنی یه جورایی احترام خودشون رو به جای بیارن پس پی پی ریسپکت یعنی که احترام به جا بیاری معنیش اینجا make a polite visit to someone یعنی که بری خدمت یک کسی احترامش رو به جا بیاری make a polite visit هم make a visit داریم هم پی a visit داریم to someone پس خانواده و دوستان رفتن که آخرین خداحافظی هاشون رو دیگه با اون طرف بکنن pay their last یعنی طرف دیگه داشته میمورد و دیگه احترام آخر بوده و کیم هم past form کام هست یعنی اومدن خیلی ممنونم که این قسمت هم با من همراه بودین اگر جملات یا کالوکیشن های دیگه هستش که با این فعل استفاده میکنین توی کامنت ها برام بذارین بهم بگین شما چه شکل های دیگه از این استفاده میکنین و اگر ویدیو رو دوستشین لایک کنین و تا قصد بعدی فعلا